درود، حمیدرضا طاهری هستم. اگه بار اول دارید ویدیوهای منو میبینید، ممنون میشم در صورت مفید بودن مطلب سابسکرایب. نکته دوم این که این قسمت مبانی برنامه نویسی هست و قسمت دوم هست، به خاطر همین قسمت یکش رو اول نگاه کنید بعد بیاید تو این قسمت. یه نکته دیگه هم که وجود داره، اگر بخواید برنامه نویسی رو شروع کنید و مبانی رو بلدید یا نمیخواید نگاه کنید، که پیشنهاد میکنم اول نگاه کنید، ولی میتونید این قسمت مبانی ها رو، حالا اگر سه قسمت بشه یا هنوز شما ویدیوهاش آپلود نشده اوکی شد، یعنی ضبط شد، شما بعد برید اون ویدیوها رو مستقیم نگاه کنید و از روی اینا بپرید. بعد پیشنهاد میکنم حتما ببینید چون پر از نکته هست. خب توی قسمت دوم از کجا شروع کنیم؟ از فلسفه. فلسفه به این صورتی که شما یک نیازی رو پیدا میکنید یا یک نیازی رو دارید یا یک مشتری به شما میگه که من همچین نیازی رو دارم، اون رو تبدیلش میکنید به سورس کد یا به یک منبع. بعد شما اون رو با استفاده از یک زبانی که خودتون حالا تحلیل میکنید با چه زبانی باشه می نویسیدش، یعنی نوشته میشه. بعد اون سورس کد به یک جای ارسال میشه، یعنی به یک ارسال میشن، فرستاده میشن به یک مکانی، تو اون مکان ترجمه میشه، اون ترجمه تبدیل به زبان ماشین و بعد زبان اسمبلی یا مستقیم زبان همون اسمبلی، یعنی همون صفر و یک و اینا رو در نظر بگیرید. برنامه با سخت افزار گفتگو میکنه، یعنی حرف میزنه چون تبدیل شده، بعد اجرا میشه. این فلسفه است. خب حالا این فلسفه اگر بخواید در نظر بگیرید، اون تفکر انسانی شما تبدیل داره میشه به زبان، به یک کد برنامه نویسی، به زبان که نمیشه، و اون کد برنامه نویسی تبدیل میشه به زبان ماشین و با ماشین شما یا با اون سیستم شما گفتگو میکنه. این کلیت فلسفه است. حالا اینجا شما چه کاره هستید؟ شما این کار رو دارید انجام میدید که تفکر اون مشتریتون یا حتی خودتون به زبان ماشین تبدیلش میکنید. این داستان، این خط کدی که این جمله‌ای که من گفتم در اصل شما رو به عنوان برنامه نویس تعریف میکنه. پس شما هم یک حدودایی میشه گفت بخشی از اون کد هستید. حالا این ترجمه کردن، یعنی همون نوع گفتگویی با سیستم ما که در آخر به 0 و 1 تبدیل میشه، 0 و 1 میده به اون سخت افزار، سخت افزار اجراش میکنه، ترجمه اسمش رو در نظر بگیرید. حالا ما ترجمه ها دو حالت داریم، یه ترجمه آنلاین داریم، یه ترجمه آفلاین داریم. البته این آنلاین و آفلاین اون مثل وصل شدن به نت نیست. آفلاین ما بهش میگیم کامپایل کردن. حالا این کلمه کامپایل هم یه جا یادداشت کنید، بعدن یه سرچ بزنید بیشتر در موردش بخونید، ولی من اون توضیحش رو سعی میکنم کامل بدم. کامپایل کردن در اصل برنامه رو میگیره، تبدیلش میکنه به یک فایل. حالا این برنامه‌ای که این کار رو انجام میده بهش میگن کامپایل، یعنی که اون برنامه رو میگیره تبدیلش میکنه به یک فایل، یعنی اون کدی که شما نوشتین، این بهش میگن کامپایل کردن و اجراش میکنه. حالا آنلاینش چیه؟ آنلاینش دیگه کامپایل نمیگن، بهش میگن اینترپرت، اگه تلفظش رو اشتباه نگفته باشم. به این صورتی که برنامه اون لحظه که میخواهیم اجرا کنیم ترجمه میشه، یعنی که طبیعتاً سرعتش میاد پایین، ولی خوبیش اینه که شما برنامه رو همزمان با اینکه دارین تغییرش میدید دیگه نیاز نیست کامپایل بشه، یعنی تبدیل به یک فایل اول نمیشه بعد اجرا بشه. همون زمانی که دارید کد میزنید، کد شما در اصل انگار داره سریع اجرا میشه. این آنلاین اینترپرت هست تقریبا، چون خودش موقع اجرا به نوعی داره اجرا میشه، بهش میگن ترجمه همزمان یا همون آنلاین، تفسیر بهش میگن. آفلاین ها چه زبون هایی هستن؟ آنلاین ها چه زبون هایی هستن؟ آفلاین ها C++، مثلا C#، جاوا، اینو به این صورتی که شما کدتون رو که میزنید کامپایل میشن، تبدیل میشن به یک فایل و دابل کلیک میشه و اجرا میشه، مثلا ران میشه اصطلاحا. ولی آنلاینه چیه؟ آنلاینه یعنی مثل PHP. حالا چرا PHP؟ خیلی از سایت هایی که مثلا دارن PHP استفاده میکنن به صورت داینامیک و پویا هستن، یعنی که اگه شما یه خط رو تغییر بدید دیگه نیاز نیست که برید برنامه تون رو کامپایل کنید، همون موقع تغییرات روی وبسایت شما اعمال میشه. ولی وقتی شما یک برنامه، مثال میزنم، روی سیستم یک نرم افزار دارید، برنامه‌ای که زدید کامپایل که میشه تبدیل میشه به یک فایل، فایل رو میدید به طرف، اون موقع اون اجرا میشه. ولی آنلاین دیگه به این صورت نیست. اگه بخوام یه کوچولو راحت‌تر یه مثال دیگه بزنم، مثلا یک نرم افزار فتوشاپ رو تغییراتش رو در نظر بگیریم که ورژن جدید که میده یه فایل به شما ارائه میده، ولی وقتی شما وارد مثلا، حالا درست اسم وبسایت میاد دوباره همونم آنلاینه، ولی وقتی وارد یه وبسایت میشین اون تغییراتی که روی سرورش انجام میده شما، شما هم داره میپره بالا، همزمان تغییر داره میکنه.
یعنی اگه اونجا یه خط کد ارور بده سایت اینجا میپکی، شما هم که دارید نگاه میکنین اون سایت میبینید که از دسترس خارج شده. تا اینجا از فلسفه و مبانی آنلاین و آفلاین و کامپایل و اینترپرت که گفتیم، حالا میخوایم شروع کنیم. شروع به این صورتی که مثلا باید یه زبان رو مثلا در نظر بگیم، رو اون بیسه بریم جلو، البته نه که کلی، رو اون تقریبا ساختارش، مثلا زبان سی یا سی پلس پلس. شما به وسیله این مبانی که الان هست یه بک‌گراندی از برنامه نویسی متوجه میشیم. حالا مثلا ما وارد پایتون که میشیم، ساختارها یکی هست، یک کوچولو تفاوت داره. شما یک برنامه رو در نظر بگیرید، برنامه ها داره از چی ساخته میشه؟ از دستور ساخته میشه. شما به وسیله یک سری دستور، یک سری فراخوانی ها، یک سری عملیات میتونید یک خروجی بگیرید. مثلا یک خط دستور مینویسید که دستت رو ببر بالا، راه برو، این میشه یک فرمان. شما یک دستور دارید میدید. حالا اگر بخوایم وارد یکم جزئیات بشیم، مثلا میگیم دست راستت رو ببر بالا. اگر دست راستت بالا بود، حالا مثلا یک کار دیگر رو انجام بده. اینها دستوراتی هست که اون برنامه ازش ساخته میشه. مثلا برنامه گفته اگر دست راست رفت بالا، این صداه پخش بشه. اگر دست چپ رفت بالا، اون صداه دومیه پخش بشه. حالا به همین زبون فارسی که داریم صحبت میکنیم، میشه تبدیلش کرد به زبون برنامه نویسی مورد نظر ما. یه مثال کامپیوتریش کنیم که کم کم دیگه وارد اون بشیم. مثلا میگیم از نقطه A برو به نقطه B. در نظر بگیر از نقطه A به نقطه B، مثلا میگی برو نونوایی و 5 تا نون بگیر. حالا از خونه تا نونوایی، اینجا مثلا ما میگیم از نقطه A تا نقطه B. اینها رو که میگیم کم کم توی زبون برنامه نویسی با متغیرها آشنا میشین و حالا این مسائل اینجاها دیگه تقریبا با همین مثال ها اونجا درکتون میره بالاتر. حالا یه چیز دیگه که بخوایم در موردش بگیم، این عملیات ها در اصل ما یک سری ورودی میریم به برنامه، یک سری خروجی از برنامه میگیریم. شما تو یک بازی کامپیوتری هم که در نظر بگیریم، طرف اگر کلیک بکنه، یعنی یه دونه ورودی وارد کامپیوتر شده، اونجا داره تیراندازی میکنه. اگر کلیک راست کرد، تقریبا این میشه چی؟ میشه یک ورودی دیگه، چون کلیک راست کرده یک دستور داره اجرا میشه. مثلا حرکت میکنه میره تو این سیستم ترجمه میشه. کلیک راست یعنی که مثلا خشاب تفنگ رو پر کن. مثال هست. حالا اینا ورودیه. پس ما میتونیم چندین ورودی داشته باشیم یا یک ورودی داشته باشیم و در نهایت خروجی به ما نشون بده. توی مثالایی که حالا توی دانشگاه خیلی نشونمون میدادن و اینها، به این صورت بود که مثلا میگفتن یک عدد رو از کاربر بگیر، یه سری عملیات رو اون عدد انجام بده و در نتیجه خروجی رو نشون کاربر بده توی صفحه نمایش. شما چی کار میکردی؟ مثلا عدد 2 رو میدادی، 2 به اضافه یک سری عملیات ها میشد، به اضافه 2 میشد 4، 4 رو تو خروجی مثلا نشون میداد. امکان داشت شما مثلا 2 عدد رو از کاربر از ورودی مثلا میگیری، این 2 عدده مثلا با هم دیگه تفریق بشه، تقسیم بشه، یا هر چیزی دیگه عملیات روش انجام میشد، در خروجی نمایش داده میشد. در اصل این هم از مبحث ورودی و خروجی. ورودی و خروجی به این صورت هست که از کاربر یا خودمون که کاربر هستیم، روی صفحه نمای، روی صفحه کلید و موس مثلا ما میتونیم یه سری ورودی ها رو ارسال کنیم، بر اساس اون ورودی های خروجی بهمون تحویل میداد. اینم از ورودی و خروجی. حالا میریم سراغ یه سری دستورات. نمیخوام با اصطلاحات خیلی سخت الان شروع بکنیم، متغیر و اینها، ولی اینجوری در نظر بگیرید که شما میخوایم یه تعریفی رو داشته باشیم الان، یک عدد صحیح مثلا 10 در ذهنت مثلا در نظر بگیر. در اصل این عملیات توی کامپیوتر به این صورته که میگیم چی؟ مثلا واقعی که دیگه نیست، میگیم چی؟ میگیم تو ذهنت نگه دار، تو حافظه خودت نگه دار، بهش میگن تخصیص داده شده، یعنی تعریف میشه. مثلا چی؟ مثلا میگیم سن من چنده، این سن من چنده از داره از من میپرسه، حالا از من بگیرش توی ذهنت داشته باشش تا ببینیم چه اتفاقی میخوایم با این انجام بدیم. مثلا اگر من گفتم 30 سالم هست، 32 سالم هست، شما چیکار کن؟ مثلا بذارم منو بذار داخل گروه 30 تا 40 سال. اگر سن من 22 سال هست، 23 سال هست، منو بذار توی گروه دستبندی مثلا 3. به همین صورت. پس این توی حافظه خودش نگه میداره، یعنی در از تخصیص داده میشه، اینجا هست تا یک عملیاتی روش انجام بشه. حالا شما این سنه مثلا می نویسی سن
مساویس با حالا هر عددی که از ورودی میگیره. مثلا من وارد میکنم 21، سن برابر با 21، این یک جای از حافظه ذخیره میشه. حالا هر موقع دوست داشتین میگین سن بیا، سن میاریمش توی برنامه‌مون و ازش استفاده میکنیم. اونجا دیگه میتونه هر عددی که از ورودی گرفته شده توی اون قرار میگیره، توی اون خونه سن قرار میگیره. یعنی ما گفتیم سن مثلا 40، گفتیم 32، الان دیگه بس هر جا اسم سن بیاریم 32 نشون داده میشه. حالا اگر بخوایم همین رو مثل کد مانند به شما بگم به این صورت هست. مثلا میگیم n برابر با 10، a برابر با 20، C برابر سی انگلیسی برابر مثلا با 31. خب یا مثلا سابسکرایب برابر با 500، یا مثلا ویدئو برابر با 70، مثلا 70 تا ویدئو، 580 تا مثلا سابسکرایب، آیدی برابر مثلا همه تیوبر. اینها یک سری متغیرهایی هست که ما میایم داخل اون حافظه کامپیوتر در اصل نگهش میداریم که بعدها روش یه عملیاتی انجام بدیم. یعنی توی خروجی نشون داده نمیشه، فقط روش عملیات انجام میشه، مگر اینکه ما بگیم چی؟ مثلا این رو در نمایش نشون بده. مثلا میگیم سن شما چنده، روی صفحه نمایش اینو نوشته، شما میزنی 100، اینتر که میزنی در خروجی 100 را چاپ کن. اون مثلا میاد تو خروجی ریترنش میکنه و 100 رو چاپ میکنه. ریترن هم یعنی دستور بازگشت. حالا بهش خواهیم رسید. تقریبا میشه گفت یعنی که مثلا ریترن به این معنیه که برو چک کن ببین چه خبره. کاری نداره که مثلا خروجی چیه. حالا هر چی بود میره چکش میکنه، خروجی رو میبینه، در اصل صداش میزنه، میارتش بالا. یه دستور دیگه که بخوام بهتون بگم دستور گو تو هست. دستور گو تو یعنی که مثلا میگه برو به خط 10. گو تو مثلا 10. گو تو وای. مثلا شما بالا گفتین یک عدد رو وارد کن. مثلا 24 رو وارد میکنه. میشه وای برابر با 24. حالا شما میتونید بگید گو تو وای. میپره تو خط 24. چرا؟ چون وای برابر هست با 24. یه سری دستورات دیگه داریم. بذارید من یه لحظه تایم رو چک بکنم. اوکی. یه سری دستورات دیگه داریم. این دستورات ها یکم پیچیده و ترکیبی هستن. خیلی خواهید شنید این کلمه رو، این دستور رو، و استفاده زیاد خواهید کرد. دستور if. این دستوره دستور تصمیم گیریه. مثلا میگید چی؟ میگید اگر ساعت 5 صبح بود باید از خواب بیدار شی، تکالیفتو انجام بدی، ورزش صبحونه و اینا انجام بدی تا ساعت 10. اگر ساعت 10 بود باید از خونه بری بیرون، بری سر کار x y تا ساعت مثلا 2. اگر ساعت 2 بود فلان کن. این اگر میشه if. توی دستورها تقریبا به همین صدا با همین کد هم هست. یعنی شما عملا می‌نویسید if، مثلا توی پرانتز اون شرطتون رو می‌نویسید. حالا میشه چی؟ if اگر. این اگره یعنی شرط می‌خواید بذارید. مثلا سن برابر با 31 بود، پس میشه چی؟ if سن برابر با مساوی با 31 این دستورات رو انجام بده. اگر if در از سن برابر با مثلا این دفعه 21 بود، این دستورات رو بین 21 تا 30 بود این دستورات رو انجام بده. این شرط ساختنه، یعنی بلوک بلوک کردن کدها، با این دستور if میتونید انجامش بدید. تقریبا توی همه زبون ها هم هست. یعنی شما این if رو اینجا یاد بگیرید، توی زبون سی، سی پلاس پلاس، توی پایتون، توی سی شارپ، توی حالا پی اچ پی، هر زبونی که بخواید همینه. فقط یکم ساختارش فرق کنه. این باید دو تا فاصله داشته باشه، اون یکی باید سیمیکالون داشته باشه، اون یکی باید یه اینتر بخوره پایین ترش. هر کدوم یه جزئیات ریزی داره ولی کلیتش همینه. شما با این دستور ایف میتونید منطق بسازید اصلا. یعنی شما بگید اگه اینجا کلیک کرد اون کن، اگه اینجا اون کار رو انجام داد، اگه رنگش این بود، اگه وزنش این بود، هر منطقی که دوست داشتید میتونید با همین ایف بنویسیدش. حالا این ایف به معنای اگر در نظر داشته باشید و باهاش میتونید شرط درست کنید. یه دستور دیگه داریم به نام if else. همون کلمه else رو در نظر بگیرید. اگر این بود این کار رو انجام بده. یعنی if این شرطه میشه این مقدار کد. حالا میتونید بنویسید در غیر این صورت چه کاری انجام بده. اگر سنش، اگر نمره حمید برابر با 20 بود بهش بگو باریکلا.
در غیر این صورت برو درستو بخون اینو براش چاپ. اگر بالای 10 بود بنویس قبول، در غیر این صورت یعنی زیر 10 دیگه بنویس مردود. این else یعنی در غیر این صورت، اینم کلمه else رو در نظر داشته باشید. این همین منطق ساختن، شرط ساختن توی دستورات if، یه چیز دیگه داریم به نام دستور switch. اینم تقریبا مشابه if هست، حالا یک حالت دیگه داره، برای بعضی جاها یه نظم خاصی داره، از سویچ میشه استفاده کرد، یعنی این همون ایف داره کار میکنه، بعضی جاها هم از ایف. اصلا شما میتونید با هر کدوم که دوست داشتین هم پیاده سازی کنید، ولی وقتی بحث استاندارد به وجود میاد توی کداتون، این باید بدونید کجا کاربردی تره. حالا در مورد سویچ صحبت نمیکنم، چیز خاصی نداره. میریم در مورد حلقه های تکرار. حلقه تکرار در نظر بگیرید کلمه فور. حلقه تکرار به این صورتی که شما میخواید یک عملیاتی رو به تعدادی بار انجام بدید، مثلا 10 بار میخواید این عملیات جمع انجام بشه. منطقیش یعنی آسان‌ترین حالتی که شما علمی نداشته باشید اینه که مثلا بنویسید این عدد به اضافه این، دوباره بنویسید این عدد به اضافه این، آ به اضافه بی، آ به اضافه بی، آ به اضافه بی، 10 بار تکرار بشه. ولی وقتی شما از حلقه بتونید استفاده کنید به این صورتی که میگین 10 بار این عملیات، این بلوکی که من به تو میدم رو تکرار بکن. حالا هر دستوری میتونه تو این باکس وجود داشته باشه. یعنی چی؟ مثلا میگی آ به اضافه بی کن، حالا 10 بار آب اضافه بی رو تکرار بکن. حالا در نظر بگیرید بخواد 1000 بار باشه، یعنی شما باید 1000 بار خط کد بنویسید، منطقی نیست. میندازینش تو حلقه فور، این حلقه فور میاد از 1 تا از 0، حالا بس جداگونه است بذارید اذیتتون نکنم الان، از 1 تا 1000 مثلا تکرار بشه. اینم در نظر بگیرید، این چیزی که الان وقفه که توی صحبتم به وجود اومد مربوط به این بود، مربوط به این بود که تقریبا توی حالا همه زبان‌ها میان از 0 شروع میشه، از 1 شروع نمیشه. یعنی حلقه فور وقتی میگیم از 1 شروع شد تا 1000، در اصل 999 بار تکرار میشه. این هم حالا به عنوان یک نکته در نظر بگیریم. حالا شما تقریبا یه سری کلماتی که خیلی مهم هست رو از مبانی برنامه‌نویسی فهمیدید. ما یه سری خطاها هم داریم، در مورد خطاها انشالله توی جلسه بعد توضیح خواهیم داد. اگه حس میکنید که این ویدیو به دردتون میخوره، این حتما لایک رو در نظر داشته باشید برای ما. به واسطه این لایکی که دارید میزنید، کسای دیگه دارن ویدیو ما رو میبینن و یک حمایت خیلی بزرگی برای ما هست. کانال تلگرام و آیدی پشتوانی در تلگرام هم اینجا براتون گذاشتم، اگر سوالی بود میتونید اینجا انجام بدید. اگر میدونید سوالتون جزئی هست میتونید کامنت کنید توی زیر همین ویدیو. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.